ای امام انس و جان ای مقتدای سامره، ای امام انس و جان ای مقتدای سامره، تا تو مدفونی در آن جانم فدای سامره. میزنم بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی باورمان شد که بی تو هیچیم و با تو همه چیز، تو را بلندتر از همیشه فریاد میکنیم و به سویت میشتابیم. جمعه آخر ماه مبارک رمضان است. گرمای کربلا بیداد میکند، ولی دل عاشقان همچنان در تب و تاب است و همچون رسم دیرینه میخواهند که راهی سفری شوند، سفری به سوی سامره، سفری که پیش از نیم قرن توسط میرزای بزرگ شیرازی معصوم گردیده و اکنون به فرمایش فرزند صالح ایشان حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی دام از الله العالی ادامه می یابد. سبزش باغ رضوان من است، عرض حاجت با تو دارم. تعداد 65 دستگاه اتوبوس مهیا گردیده تا عهده‌دار جابجایی 3000 زائر و دلهای عاشق از کربلا به سامر را باشد و پس از اقامه نماز ظهر مسافران سوار شده و سفر آغاز میکنند. می نازد به تو مصلح کن، مهدی موعود می نازد به تو. عفو و غفران و عطا و جود می نازد به تو. زائران سامرا در بین راه به آستانه سید محمد می رسند و آنجا توقفی دارند و زیارتی می کنند. سید محمد فرزند امام علی الهادی علیه السلام است که در سال 228 قمری به دنیا آمده و در یکی از سفرهای خیش بین سامرا و بغداد در سال 252 قمری وفات یافته. این آستان که معروف به آستانه سید محمد می باشد، در 8 فرسخی شرق سامرا در منطقه‌ای به نام بلد از نواحی دوجیل در 5 کیلومتری غرب شط دجله واقع است و امروزه یکی از عظیمترین زیارتگاه های شیعیان می باشد. عمارت دارای صحن مربع شکل است که وسط صحن شریف حرم مطهر واقع گردیده و گنبد کاشیکاری آن نظر هر بیننده را به خود جلب می کند. در مقابل حرم یک ایوان مسقف با ستونهای باشکوه خودنمایی می کند. از دخول می طلبیم و زیارت می کنیم. و نماز عشق به پا می داریم تا وجودمان آمادگی حضور در حرم عسکرنین را پیدا کند. يلا سيدنا الله عليه وسلم.
وقتی که بر مرکبی تیز روی سوارید، نصیب شما از منظره های اطرافتان تنها نیم نگاهی است گذرا و بهره شما از خاکی که به سرعت از زیر پای شما می گذرد تنها عبور است. بیایید سفر را باور کنیم و مسافر بودن را، گوش اندوختن را حاصل کنیم و لحظاتی با خود خلوت کنیم. و چه خوش توشه ایست توشه زیارت، آن هم به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. جمعه رمضانی، آن هم در سامر را غافلگیرت می کند. تا بساطی برای افطار می گشایی و مشغول ضیافت می گردی، متوجه می شوی که زمان چه به سرعت گذشته است. باید به زیارت رفت و ندای السلام علیک یا امامین عسکریین سر می دهی و به همراه دیگر زائران هم نوا می شوی و مشغول زیارت می گردی. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با زائری از زوار محترم حرمین عسکریین. عرض سلام دارم خدمت شما. لطف کنید خودتون رو برای بینندگان عزیز معرفی بکنید و بفرمایید از کجا برای زیارت مشرف شدید. سید علی نواب هستم از انگلستان. خب ظاهرا پس با زبان انگلیسی آشنایی باید داشته باشید. الحمدلله بله. لطف کنید به زبان انگلیسی برای عزیزان بیننده که به زبان انگلیسی آشنایی دارن پیامی بدید و اون حال هوایی که اینجا دیدید، اون حالتی که مردم افطار می‌کردن و اومدن اینجا، اون حرکتی که از کربلا شروع کردن تا اینجا رو، لطف کنید این حال هوا رو برای بینندگان به زبان انگلیسی شرح بدید. چش ان شاء الله. In the name of Allah, the creator of all creators, and peace and blessings be upon his prophet and his holy progeny. Imam Ridha alayhi salam in a book called Kamil al-Ziyarat says that every person has a role model. And everyone has an imam as a figure that they go and follow in everything. We the followers of Islam, we the followers of peace, we the followers of kindness and humanity, the Muslims, the followers of Ahlul Bayt, we came to visit the shrine of two of our role models, two of our great figures in Islam. And they are Imam Hadi, the 10th, and Imam al-Askari, the 11th Imam, the father of the Imam of the awaited savior of the world, Imam al-Mahdi alayhi salam. We set off
with alongside hundreds of buses from the holy city of Karbala, where the shrine of Imam Hussein is and the shrine of his brother Abul Fadl al-Abbas. Around 12:30 in the afternoon today, we prayed the afternoon prayers, and we set off, as I said, with hundreds of buses. So as you can see, there are thousands and thousands of people visiting the shrines of Imam al-Hadi and Imam al-Askari alongside us. Of course, the majority of the visitors of these imams were fasting, as it is the last Friday of the holy month of Ramadan. So it is a ritual that alongside the holy month of Ramadan, the holy month of fasting, followers of Ahlul Bayt, general Muslims, come and visit the shrines of Ahlul Bayt. Now this shrine of Ahlul Bayt, where, as I said, Imam Hadi, Imam Askari, lies in the city of Samarra, one of the holy cities in the country of Iraq. Now, it is the last Friday, as I said. Thousands of people, they carry their food as they are fasting. They are not able to break their fast when they are on the way, so they came, they with their families, with their children, men, brothers, sisters, family members, they came, they had their fasts broken, then they listen to a lecture, they go and visit the two great imams, the great role models, as I said, where we will be following. They are our role models in the hereafter, on the day of Qiyamah and the day of judgment. These two great figures will be leading us, as they know that we believe in them, they are the saviors. They are our role models. So we follow them. As we follow them, we love them. And so should all the rest of the world. General humanity, mankind all over the world should take these role models as figures, because they are the saviors. They are the people who drag mankind to the shores of peace and kindness. So here I congratulate all those people, followers of Ahlul Bayt, all the Muslims who came today, have been able to come and visit the shrines of Imam Askari and Imam al-Hadi alayhi salam. And I pray for those who are not able at this time to come here. I pray for them, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant them the ability to come and visit the shrines of Imam Askari and Imam al-Hadi. خیلی ممنون. حالا اون مقداری که صحبت کردید میتونید با زبون شیرین فارسی هم صحبت بکنید به همین بلاغت یا خیر؟ انشاءالله سعی میکنم. خب اگر لطف کنید به زبون فارسی هم برای بینندگان عزیز فارسی زبانان شرح بدید ممنون میشم. انشاءالله. عرض کردم که امام رضا علیه السلام در کتاب کامل زیارات یک روایتی نقش شده در کتاب کامل زیارات که هر کس یه امامی داره برای خودش، دنبال اون امام میره تا روز قیامت. خداوند متعال اون امام رو الگوی اون شخص میگیره، یعنی اون امام مسئول این شخص میشه، این فرد میشه. امام رضا میگن که شمایی که دوستدار اهل بیت هستید، اهل بیت و امامان خودتون میدونید، وقتی که میایید برای زیارت این امامان، این امامان روز قیامت میان دست شما رو میگیرن، وارد بهشت میکنن. زوار اهل بیت علیهم السلام از کربلا، کربلای معلا، شهر مقدس، شهر امام حسین، امروز تقریبا ساعت 12:30 نماز ظهرشون خوندن، با بیشتر از 60 اتوبوس سوار شدن، عازم شهر مقدس سامرا شدن، با زبون روزه اومدن اینجا در جوار اهل بیت علیهم السلام افطار کردن، و برای مؤمنین و مؤمنات که نتونستن بیان باهاشون اینجا، دعا میکنیم که انشاءالله خدای فرصتی بهشون بده که بیان اینجا انشاءالله زیارت بکنن از نزدیک اهل بیت. خیلی ممنون حاج آقا. خب با زبون شیوایی که داشتن به زبان فارسی و انگلیسی برای ما شرح دادن، انشاءالله در خدمت ایشون خواهیم بود و ایشونو ما از دست ندیم، ازشون قول بگیریم که با همدیگه انشالله خدمت حضرت برسیم کنار زری
برای ما و بینندگان عزیز زیارت و انشالله قرائت بکنید. انشالله. عزیزان با ما همراه باشید تا با پای دلتون بریم به زیارت امامین عسکریه. همراه ما باشید. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله والإمامين العسكريين عليهما السلام والإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف عني وعن والدي وزوجتي وأطفالي وإخوتي وأخواتي وأجدادي وجداتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي ومتعلقيهم وذراريهم وأصدقائي وجيراني ومن أوصاني بالدعاء وقلدني الزيارة وجميع المؤمنين والمؤمنات الإحياء منهم والأموات قربة إلى الله تعالى. السلام عليكما يا ولي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض، السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما، أتيتكما زائرا عارفا بحقكما، معاديا لأعدائكما، مواليا لأوليائكما، مؤمنا بما آمنتما به، كافرا بما كفرتما به، محققا لما حققتما، مبطلا لما أبطلتما. أسأل الله ربي وربكما أن يجعل حظي من زيارتكما الصلاة على محمد وآله، وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكم الصالحين، وأسأله أن يعتق رقبتي من النار ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما ويعرف بيني وبينكما ولا يسلبني بحبكما وحب آبائكما الصالحين، وأن لا يجعله آخر العهد من زيارتكما ويحشرني معكما في الجنة برحمته. اللهم ارزقني حبهما وتوفني على ملتهما. اللهم العن ظالمي آل محمد حقهم وانتقم منهم. اللهم العن الأولين منهم والآخرين وضاعف عليهم العذاب وأبلغ بهم وبأشياعهم ومحبيهم ومتبعيهم أسفل درك من الجحيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل فرج وليك وابن وليك واجعل فرجنا مع فرجهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. کم به سر که مرقدتان را هنوز خاک گرفته است، کاش می توانستم با مژه‌هایم خاک مزارتان را بروبم. بر این غربت خون گریه نکنم چه کنم؟ باستان ملک پاسبان فرزندان وحی در خاک و عزاداران محکوم به سکوت. دلای ما گرفته شبای هجر دلدار، آی نام
مردان میسپریم ما شما رو به دو دست علم. آقا بلده با شما چی کار کنه؟ جون و دل می نازی ذریحشون رو مثل امام رضا می ساز. به حاج آقای نواب زیارت قبول می گیم و شما بینندگان عزیز بدونید که از طرف شما عزیزان ما اینجا نائب الزیاره خواهیم بود. خیلی ممنون، متشکرم. منم از شبکه جهانی امام حسین و همه دستاندرکارانی که توی شبکه، خدمتگزارانی که توی شبکه کار میکنن، همه اونایی که پشت تلویزیون دارن ما رو نگاه میکنن، دلشون میخواد که با ما باشن، برای همهشون دعا میکنیم، ازشون هم تشکر میکنیم و انشاءالله که زیارتمون قبول باشه و انشاءالله سالهای دیگه همه خدمتگزاران اهل بیت، همه اونایی که پشت شیشه هستن، انشاءالله با ما باشن زیارت امام این عسکری. انشاءالله. در نهایت چه دعای خیری برای بینندگان عزیز، چه هدیه ای از سامرا برای بینندگان عزیز؟ دعایی که همیشه دعا میکنیم، اللهم عجل لولیك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه والحمد لله رب العالمين. هذه الليلة توافد علينا من الأخوة الزائرين من أهالي كربلاء المقدسة، حيث تجاوز العدد 4000، قرابة 4000 إلى 5000 زائر، ونحن هيئنا الأمور لاستقبال الزائرين الكرام، وأيضا كانت هناك وجبة إفطار قدمناها للزائرين، وهيئنا كل ما يحتاجونه من الإفطار والخدمات المتيسرة، أضافة تسهيل المسير والدخول والخروج واستيعاب الزائرين في العتبة المقدسة من تهيئة المكان، رغم أن المكان بالحقيقة هو ورشة عمل في الداخل والخارج، يعني في داخل الحرم الشريف وخارج الحرم أي الصحن، فهي عبارة عن ورشة عمل، ولكن في نفس الوقت لا نمنع الزائرين ولا نزعجهم بحيث لا يؤدون عملهم وزياراتهم بالشكل الطبيعي، وإنما نهيئ الأمور لكي تكون زيارتهم بانسيابية وراحة قدر المستطاع. ولله الحمد كما تشاهدون الأخوة الزائرين يجلسون في الصحن الطاهر، وهناك المحاضرات الإسلامية وهناك التوجيهات الدينية مستمرة، والحمد لله كانت الزيارة بصورة انسيابية رغم الأعداد الهائلة، ونحن أيضا لم نترك أو نتأخر في عملية البناء في نفس الوقت، ونحن مستمرون في تذهيب القبة المقدسة، وقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة من التذهيب،
حيث وصلنا إلى إكمال الساق القبة، أي يصل إلى الشبابيك، وأيضا قمنا بالتزجيج المرايا في الرواق المقدس وتجاوز أكثر من ثلث المقدار، وأيضا هناك عملية المرمر تجاوزت إكمال الرواق الشريف، بقى هناك فقط الكتيبة القرآنية بالكاشي المعرق، وأيضا من داخل القبة أكمل وأنجز الكتيبتين المعرقتين من القرآن الكريم، وأيضا هناك في الجانب الآخر من الصحن الشريف ما يسمى بصحن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بدأنا بالتوسعة حيث أنجز وتحت الإكمال إن شاء الله مصلى من طابقين بمساحة 52 متر في 52 متر يستوعب قرابة 5000 إلى 6000 زائر، يتألف من 14 قبة القباب ترمز إلى عدد المعصومين عليهم السلام، وهذا العمل متواصل والحمد لله، نحن مستمرون ونعاهد أمانة الأعلام وكل المؤمنين سوف نبقى مثابرين على التصميم لإنجاز هذا العمل بأسرع وقت وأدق صورة إن شاء الله. طبعا هذه الوجوه الخيرة عندما تتواجد في هذا المكان هي عبارة عن نصرة الدين والمذهب، وكل غيور وكل مؤمن طبيعي ومحب يأتي لزيارة أحبائه وكل ما يعتقد بهم، ونحن شاهدنا هذا من المؤمنين من داخل وخارج العراق التوافد على زيارة الإمامين العسكريين عليهم السلام على طول السنة كاملة، وإضافة للمناسبات الخاصة وخصوصا مثل هذه الجمعة، الجمعة الأخيرة في شهر رمضان عادة تنسب إلى إفطار أهالي كربلاء، هذه من سنوات قديمة وهذه العادة سرت من زمان، والحمد لله اليوم أعيدت في هذا المكان وكأنما نحن في صحن الإمام الحسين عليه السلام، وهذا أيضا من المشاعر الإيمانية الحقيقية التي تجعل الناس ترتبط بأئمتهم وبقادتهم الحقيقية. بعد از زیارت امامین عسکریین و نرگس خاتون، گوشه ای از صحن سردابی تو را فرا می خواند. هر قدم و هر لحظه که نزدیک تر می شوی اشکهایت رخصت نمی یابد. به شوق حضور یار می بارند و آسمان دلت را بارانی می کنند و شاید هزاران حرف نگفته دارند و تو در غیبت همچنان اسیر و دشمنانت کثیر و یارانت قلیل و جهان پیوسته در دام شیطان ذلیل. خدایا شود که عید رمضان عید وصال هم باشد. خدایا تنها این دعای ما را مستجاب کن. آمین یا ارحم الراحمین.